من حدودا 3 ماه پشت بازو بازو نزدم اصلا. اصلا ندارم. سرشونه چی؟ سرشونه رو تمرین دادم. ولی میگم توی آبگیری ریز میشم واسه خیلی کوچیک دارم. الان با اون دستت که خالی یه بازو بگی برامون. بله. میخوای با این یکی بگیرم. بگیر. 3 ماه اصلا بازو نزدی. اصلا بازو نزدم. حمید ربانی عزیز، قهرمان آسیا، اول خودتو معرفی کن کامل، متعدد چه سالی هستی، کجا زندگی میکنی، کارت چیه؟ عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و پیج خوبتون. حمید ربانی هستم، بچه آبی که قزوین، متولد 76 هستم و حدودا 5 ماه میشه که خدمتم تموم شده. چی شد اومدی سمت مسابقه رژیم؟ والا من خیلی وقت بود وزن میزدم، ولی نه به صورت حرفه‌ای، که چون مشوق من دایم بودش از بچگی، چون خودش وزن زده بود، علاقه زیادی به وزن زدن داشتش، منو تشویق کرد که به این سمت بیام. و قبل از اون من والیبال بازی میکردم، 5-6 سال والیبال بازی کردم، 2 سال دسته یک بازی کردم لیگ. حالا شرایطی که پیش اومد نشدش و بعد من اومدم سمت ورزش بدنسازی به صورت حرفه‌ای. خانواده ورزشیه یا فقط شما و دایی؟ نه، خانواده ورزشی هستم. بابام خیلی سال فوتبال بازی کردن، والیبال بازی کردن، برادرم هم همینطور. منم تشویق شدم به سمت ورزش حرفه بدنسازی. حمید، میدونم شرط رژیم خیلی سخته برای بچه‌ها، علاوه هزینه برای خودت به چه صورت، شغلت چیه و درآمدی که حالا داری یا خانواده کمک میکنه؟ والا من در حال حاضر شغل به خصوصی ندارم، همین حالا برنامه‌نویسی و فروش مکمل. چون میگم من تا برج 4 سرباز بودم، برج 4 خدمت سربازیم تموم شدش، از 28 فروردین استارت زدم برای مسابقات. حالا با کمک خانواده و یه سری از دوستانم تا این مرحله تونستم پیش برم. حالا انشالله که بعد از اینم میریم ببینیم چی میشه دیگه. از انتخاب شدنت توسط کمیته بگو و مسابقه آسیایی توضیح کامل بهمون بده. حالا من یه چیزی هم در باره مسابقات کشوری اردبیل بگم. من یه خورده دیر رسیدم روی استیج، سر همون میگم یه خورده استرس بهم وارد شدش. یعنی احتمال میدادم که اگر به موقع میومدم با تمرکز میومدم روی استیج، همون کشوری هم اول میشدم. ولی میگم یه خورده دیر رسیدم روی استیج و استرس و اینا داشتم، یه خورده شرایط خیلی سخت شد روی استیج برام. حالا باز خدا رو شکر نظر داورین بود که نایب قهرمانی کشور رو به من دادن و توی مسابقات آسیایی هم تونستم مقام اولی برم، طلای آسیا رو کسب کنم. از اوورالی هم بگو. اوورالی اولین مسابقه من جنوب شرق تهران بودش که با اوورالی شروع شدش، اولین مسابقه حرفه‌ای بودش توی حومه تهران، که بعد از اون میگم پله پله هی بهتر شدم با کمک آقا نیما، خدا رو شکر تا طلای آسیا هم رسیدم. شما از صفر با تیم نیما بودی؟ از صفر با تیم آقا نیما بودم، بله. کامل بهمون توضیح بده که از کجا باهاش آشنا شدی، به چه صورت با هم لینک شدین، کی با هم کار کردیم و تا همین امروز، توضیح کامل بهمون بده. من میگم تو دوران خدمت سربازی بودم، 3 تا از دوستان خیلی صمیمی من تشویق کردن که دوباره شروع کنم به مسابقه دادن. حدودا 1 سال بود که سرباز شده بودم، کلا بدنسازی گذاشته بودم کنار. جا داره حالا اینجا اسم رفیقام هم بگم، علی آقا نبیلو، رضا ربیعی و پرهام فلکرو و صابر ارگی. این 4 تا دوستان من باعث شدن که من دوباره تشویق بشم سمت دیگه. سالن‌های مسابقه هم پس میان برات دیگه؟ بله بله، همه مسابقات هم بودن، اردبیل بودن، تهران بودن، انشالله انتخابی جهانی هم هستن کنار ما همشون. خب تشویقت کردن و بعد میگم پیج آقا نیما خانزاده رو هم از طریق اینستاگرام آقا رضا رفیقم پیج ایشونو برای من فرستاد، که من گفتم حالا بیام، آشنایی نداشتم اصلا با آقا نیما، که حالا قسمت شد اومدم شو آقا نیما، استارت رو زدیم و خدا رو شکرم تا الان میگم هم تونستم موفق بشم هم آقا نیما رو سفید کنم تا این لحظه. دم شما گرم، صحبت آخرتو میشنویم. سلامت باشین، ان شاءالله که بتونم انتخاب جهانی هم انتخاب بشم برای مسابقات جهانی اسپانیا، که هم دل خانواده‌مو شاد کنم و هم دوستامو و هم همشهریامو. حمید، یه چیزی که دیدم حالا مربیاتم باهات صحبت میکنن، خیلی سریع سایز میگیری. این سایز گرفتن فکر کنم اذیتت میکنه، ولی از یه لحاظ بخوای حرفه‌ای بشی فکر کنم خیلی برات خوب باشه. بله بله، تو مسابقه اولی که من دادم آقا خسرو محمدی داور فرمودن که بدن من خیلی برای MPC خوبه، ولی حالا میگم توی IFBB هم دارم مسابقه میدم،
خیلی اذیت میشم تا بخوام کوچیک بشم دیگه. چند وقت تمرین بازو پشت بازو نداشتی؟ من حدودا 3 ماه پشت بازو نزدم اصلا. اصلا ندادم. سرشونه چی؟ سرشونه رو تمرین دادم. ولی میگم توی آبگیر ریز میشم واسه خیلی کوچیک داشت. الان با اون دستت که خالی یه بازو بگی برامون. بله. میخوای با این یکی بگیرم. بگیر. 3 ماه اصلا بازو نزدی؟ اصلا بازو ندادم. بزنی دیگه؟ بزنم که دیگه انفجار تقارن و بالانس به هم میخوره کنه. دمه شما یه ممنونم ازت. همین میکروفون رو بده به عماد، یه فیگور خوشگل برامون بگی. بله. ما با عماد هم گفتگو خواهیم داشت. به تیم ملی رسید. رونالدو تیم نیما خانزاده هم اینجاست بعدا چند و الان با عماد هم یه گفتگو خواهیم داشت. حمید ربانی از بدنه بسیار زیبا، پکای خوشگل، موربی، یه زیر بغل خیلی خیلی فیزیکی، بدنش خیلی خوشگله و استانداردهای IFBB رو الان داره دیگه کاملا. حمید ربانی عزیز بچه آب یک، خیلی کوتاه میکروفون رو بگیر. اگه بخوای کل مدالات رو به یه نفر تقدیم کنی اون یه نفر کیه؟ کل مدالامو همه رو تقدیم میکنم. دو نفر، یه نفر نمیشه. بگو. پدر و مادر. حلاله، دمت گرم، مرسی حمید، خدافظ. 2-1 بریم. مکس 2 بمون. عالی، بمون به راستت. سوار شو. آفرین. به پشت. سینه‌تو پر کن. باریک الله. به راست. رو به رو 2 چی بگم دیگه، تو قهرمان آسیایی دیگه، حرفی نمیشه زد که. آفرین. چیزی که درختی که میکاریش میاد میشه مثلا، این جدی میگم به خدا، یعنی امروز که میبینم تو این شرایط لذتشو میبرم. آفرین بهت.